فصل سوم. این گفته درست است که اگر کسی مایل به سرپرستی در کلیسا باشد، در آرزوی کار بسیار خوبی است. سرپرست کلیسا باید مردی بی عیب، صاحب یک زن، خیشتندار، هوشیار، منظم، مهمان نواز و معلمی توانا باشد. او باید ملایم و صلح‌جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست. بلکه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و فرزندانش را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. زیرا اگر مردی نتواند خانواده خود را اداره کند، پس چگونه میتواند از کلیسای خدا توجه نماید؟ او نباید تازه ایمان باشد، مبادا مغرور گشته مثل ابلیس محکوم شود. علاوه بر این، او باید در میان افراد خارج از کلیسا نیکنام باشد، تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد. همچنین خادمین کلیسا باید موقر باشند و از درویی مبرا و از افراد در شرابخوری و یا پول پرستی بپهریزند. ایشان باید حقایق مکشوف ایمان را با وجدان پاک نگه دارند. اول مورد آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که بی عیب بودند آن وقت به خدمت بپردازند. زنانشان نیز باید سنگین و موقر بوده و شایساز نباشند و در هر امر خیشتندار و باوفا باشند. خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانواده خود را به خوبی اداره کنند. کسانی که به عنوان خادم به خوبی خدمت می کنند، برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی به دست می آورند. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم، بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت هست، چگونه باید باشد. هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند، مژده او در میان ملت‌ها اعلام شد و در جهان مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا ربوده شد.